لویی 14 پادشاه فرانسه او را به حضور پذیرفت. او با مردان بزرگ و نامبردار این سده دیدارها و گفتگوها کرده بود. در جشنهای باشکوه مارسی شرکت جسته بود. نمایشنامه های راسین را به نظاره نشسته بود. در آیین خاکسپاری بوسوئه حضور یافته بود. کوتاه سخن آنکه مرد بومی و بربر جامعه را در فرازنای شکوه و درخشش آن دیدار کرده بود. پس از سالیانی چند شاکتا به آغوش میهن خیش باز آمده بود و در آرامش و سکون روزگار می‌گذرانید. با این همه سپهر ستمکار هنوز آسودگی و آرامش را به بهای گزاف به او ارزانی می‌داشت. مرد دیرین سال کور شده بود. دخترکی جوان او را بر ماهورهای مشسبه دست می گرفت و همراهی می کرد. بدان سان که آنتیگون اوتیف را بر سیترون راه می نمود یا مالوینا پوسیان را بر صحراهای مورون یار و مددکار می بود، به رغم ستمکاری ها و نابکاری های بیشمار که فرانسویان بر شاکتار روا داشته بودند، او آنان را دوست می داشت. او همواره فنلون را که وقتی میهمان وی شده بود فرایاد می آورد و در پی آن می بود که هم میهنان این رادمرد پارسا را یاری رساند و بدانان خدمت کند. زمانی فرصت شایسته و به سزا فرا پیش آمد که شاکتا توانست خواست و اندیشه خیش را جامعه کردار در پوشاند. به سال 1725 مردی فرانسوی به نام رنه فشرده در پنجه آرزوهای آتشین و تیر روزیها و شوربختیهای بسیار به لویزیان فراز آمد. مرد شوریده رود مشسبه را تا زاد بوم ناچزها فرا رفت و از آنان درخواست تا او را چونان جنگجویی در میان خیش بپذیرند. شاکتا که با رنه به گفتگو نشسته بود و او را در آهنگ و اندیشش استوار و خلل ناپذیر یافته بود، مرد جوان را به فرزندی پذیرفت و دخترک سرخپوست را که سلوتا نامیده میشد به زنی به او داد. اندک زمانی پس از این پیوند بومیان خود را برای شکار بیدستر بسیجیدند و آماده کردند. شاکتا هرچند که از بینایی بی بهره می بود، از سوی شورای پیران و پندگویان قبیله به پاس آنکه تمامی تیره های سرخپوست او را بزرگ می داشتن و سخنش را به گوش جان می شنودن، به رهبری شکارگران گزیده آمد. پس از آن نیایش ها و آیین های دینی آغاز می گیرد. جادوگران خواب ها را گزارش می کنند. بومیان با خدایان خیش که مانیتو می نامیدندشان رای میزنند. بنابر سنت دینی تنباکو میافشانند. گوشت راسه ای را که از زبان گونه گوزن ویژه که اورینال خوانده می شود بر می آورند و بر آتش می سوزند. در این هنگام باریک بینانه آتش را می نگرند تا دریابند که از گوشت تافته در شعله ها صدایی بر می خیزد یا نه. آنان بدین گونه می توانند از خواست و اندیشه پریان و خدایان خیش آگاه گردند. جنگجویان شکارگر سرانجام پس از آنکه گوشت سگپسند را می خورند، گام در راه می نهند. رنه نیز در شمار جنگجویان جای گرفته است. به یاری موجهای ناهمساز، دورقها مشاسبه را فرا می روند و به بستر اوهایو در می آیند. شکار در پاییز به انجام می رسد. دشت های پرشکوه و پهناور کنتاکی در برابر دیدگان خیره و شگفت زده رنه دامن می گسترد. شبی در پرتوهای ماه، آنگاه که بومیان در تک قایق هایشان به خواب فرو رفتند و قایق ها با بادبان هایی برافراشته از پوست جانوران از برابر نسیمی نرم خیز می گریزند، رنه که با شاکتا تنها مانده است از او می خواهد تا داستان زندگیش را بازگوید و از رویدادهایی که بر وی رفته است سخن بیاغازد. مرد روزگار دیده بر آن می شود که خواست وی را برآورد. پس آنگاه که هر دو در کنار یکدیگر بر کناری قایق نشستند، شاکتا بدین سان ماجرای زندگیش را برای رنه باز می گوید.